علیرضا آخوندی، عضو پارلمان سوئد از استکهلم با برنامه امروز هستند. شبتون بخیر جناب آخوندی. سخنگوی قوه قضاییه درباره محاکمه حمید نوری در سوئد واکنش تندی داشته و گفته محاکمه مبنای قضایی نداره و سیاسیه. مبنای قضایی دادگاه نوری آیا یه بحثیه که در سوئد هم مطرح شده یا فقط این واکنشی بوده از سوی مقام‌های ایرانی که داره مطرح میشه؟ دلیل این ادعا رو شما چی میدونید؟ خسته نباشید. یه شمی که صحبت کردم قبل خیلی عصبانی به نظر می اومدن و چیزی که مهمه که من بگم اولا که دستگاه قضایی تو سوئد واقعا مستقله. ما در سیاست هیچ دخالتی نه اجازه داریم بکنیم نه میخواییم این کار انجام بدیم، بخاطر اینکه دموکراسی واقعا اینطوریه که دستگاه قضایی مستقل باید باشه. فکر میکنی روابط ایران و سوئد تو سالهای اخیر دچار تغییر شده؟ شما به عنوان یک عضو پارلمان چنین تغییر رو احساس کردین که سخنگوی قوه قضاییه گفته که رویکرد دولت سوئد مبنی بر دشمنیه؟ ایشون خیلی حرفای عجیبی دارن میزنن. من شخصا هیچ تغییر خاصی ندیدم. ما مثل همیشه در کنار مردم ایران هستیم، در خواهش و سعی که دارن میکنن که دموکراسی داشته باشیم تو ایران به واقعی، و ما همیشه این ظلمی که داره به مردم ایران در نظر کمبود حقوق بشر انجام میشه از دولت ایران و ما همیشه محکوم کردیم و در آینده همیشه این کار خواهیم انجام داد، محکوم خواهیم کرد. چنانچه ایران بخواد در واقع احمدرضا جلالی رو با حمید نوری مبادله بکنه، فکر میکنین این احتمال وجود داشته باشه؟ منظورم اینه که چقدر این احتمال وجود داره دعوا از یک وضعیت حقوقی به یک دعوای سیاسی بدل بشه؟ توی دموکراسی واقعی دستگاه قضایی مستقل هست و ما در سیاست هیچ دخالتی نخواهیم کرد. سپاس از شما علیرضا آخوندی، عضو پارلمان سوئد که از استکهلم با برنامه امروز بودید.